ولی یک بار نمیگه که خودش مثلا یا اطرافیان خودش در جشنهای 2500 ساله چه کردن، در خوزستان چه کردن وقتی که چاه بهار داشت ساخته میشد، چطور زمین های اطراف اونجا رو خریدن، چطور در همه قراردادهایی که دستشون میرسید و زورشون میرسید یه پرسنتی میگیرن. آقای دکتر نهاوندی میگه که حتی وقتی که میاد و شرکت دانشگاه شیراز رو به عهده میگیره یه 6 میلیون فکر کنم رقمش 6 میلیون 1967-8 اون رقم دیگه اصلا گم شده در کتاب دفتر دستک های دانشگاه شیراز، اینا رو نمیگه، ولی نادرستی های دیگران رو خیلی آشکارا میگه. چاپلوسی های خودش رو نمیگه، از چاپلوسی های هویدا دائم شکایت میکنه، ولی وقتی خود خاطرات رو به دقت بخونیم ببینیم به اندازه هر کسی دیگری چاپلوسه. گاهی حرفا رو میگه، بیشتر موارد چاپلوسی رو بر حقیقت گویی ترجیح میده. به همین خاطر به گمان من بایستی مثل هر خاطرات دیگری با دید شک بهش نگاه کرد. هر کسی از منظر خودش دنیا رو میبینه، در خصوص علم این به طور ویژه‌ای اینطور هست. و یه احساس من این است که علم هم یه رابطه خیلی پیچیده‌ای با شاه داشت، یعنی هم به گمان من غلام خانزادش بود، ولی هم خیلی از شاه ایراد داشت، به خصوص بعد از جریان 15 خرداد. وقتی که بعد از جریان 15 خرداد شاه در فاصله اندکی او رو کنار گذاشت و منصور رو آورد، منصور که تو خاطراتش علم به زشت‌ترین شکل‌های متصور ازش یاد میکنه، من فکر میکنم هرگز شاه رو به خاطر این نبخشید، احساس کرد که شاه حق ناشناسی کرده. و دوباره به گمان من یه گناه بسیار مهم دیگری که علم داره در و این در خاطراتش کاملا مشهوده، اینه که برای اینکه به شاه اثبات بکنه که به طور غیر مستقیم که حق علم رو ضایع کرده و نبایستی بعد از 15 خرداد بیکارش میکرد، بارها و بارها به شاه میگه که من روحانیون رو از در ایران ریشه‌کن کردم، اینها دیگه بعد از من نفوذی ندارند. بارها و بارها این رو تکرار کرده و این طبعا یاوه بود، یه اشتباه کاملا نادرستی بود و با تمام شرایط موجود و علائم و اماراتی که در اون زمان هست ناسازگار بود. یعنی واضح بود که اینا هنوز قدرت زیادی دارن. امروز که برمیگردیم بهش نگاه میکنیم اصلا غیر قابل قیاس با نیروهای دیگه. اینا وقتی که مجله تو قم چاپ میکردن، مجله اطرافیان وابسته به آقای خمینی، مجله‌ای که سردبیریش رو رفسنجانی و خامنه‌ای و منتظری و مهدوی کنی و این تیپا داشتن، 60-70 هزار نسخه ازش چاپ میکردن، مجله های روشنفکری که تمام هم قم ساواک برای جلوگیری از چاپ اینها بود 4000-3000 تا چاپ میشد. یعنی یک نیروی داشت در زیر سطح ظاهر جامعه رشد میکرد و خود رژیم داشت تقویت میکرد این رشد رو. و علم برای اینکه خودش رو بزرگ بکنه در ذهن شاه، هی بهش میگفت که به آخونده توجه نکن، به روحانی توجه نکن، به شریعت مداری، گلپایگانی، اینا کسانی که به راستی با آقای خمینی و روایت خمینی مخالف بودن، اینا کاملا خطکشی داشتن در اون زمان. و اگر این ارزیابی نادرست علم نبود، چه بسا که شاه میتونست یه سیاست متفاوتی رو دنبال بکنه و اینها رو یه جوری تقویت بکنه که بتونن در مقابل خط رادیکال خمینی بایستن.
اینها رو یه جوری تضعیف کرد که وقتی بحران شد آقای شریعت مداری دیگه چاره‌ای نداشت جز اینکه جریان رادیکال بپیونده، در حالی که اصلا نگاهش به سیاست با آیت الله خمینی یکی نبود. آقای دکتر میلانی، شاه چندین بار ازدواج کرد، از ازدواج با فوزیه، سریا اسفندیاری و شهبانوی سابق ایران فرای پهلوی. نقش همسران شاه در دوران سلطنت او چه بود و کدامین یک از اینها، یعنی تا چه حد اینها در مسائل اجتماعی تونستن وارد بشن، نفوذ بکنن، و کدامینشون در حد یک ملک باقی موندن؟ من فکر میکنم فوزیه اساسا رغبتی به اینکه داخل مسائل ایران بشه نداشت، خیلی مصری باقی موند، با مادر شاه، با خواهرای شاه اختلافات بسیار بسیار جدی داشت، به طوری که زندگی روزمرهش حتی تحت شاه قرار گرفته بود. گزارش‌های از سفارت انگلیس هست که میگه ملکه مادر شاه و خواهرای شاه توطئه کردند و حتی ندیمه های این رو، فوزیه رو، یه جوری تبعید کردن، برگردوندن به مصر این که این تنها بمونه. به همین خاطر او اصولا حاشیه نشین بود. ثریا اندکی تلاشی کرد که وارد مسائل فرهنگی بشه، مسائل به اصطلاح کمک به مستمندان بشه، ولی اونقدر با ایران بیگانه بود، اونقدر ایران رو کم میشناخت و اونقدر درگیر مسائل زندگی مجلل اروپایی بود، اونقدر از اینکه کاخ مثلا کوچیک بود، از اینکه مبلمانش بد بود نگران بود که بیشتر تلاشش صرف این کارها میشد. ولی به نظر من تنها کسی که از همسران شاه تونست در مسائل سیاسی، نه تنها مسائل اجتماعی بلکه مسائل سیاسی، نقشی پیدا بکنه ملکه فرح بود، به خصوص در 7-8 سال آخر و به ویژه در 7-8 ماه آخر که به نظر من حداقل به اندازه شاه در تصمیم گیری نقش داشت. آقای دکتر میلانی، پادشاه ایران در یک شرایط بحرانی در ایران به سلطنت رسید، در دوران جنگ جهانی دوم، و من نمیدونم اگر فروغی در اون دوران در ایران نخست وزیری رو بر عهده نداشت، آیا اصولا شاه به سلطنت میرسید یا نمیرسید؟ این رو روشن بفرمایید. و بعد هرگز در اون دوران موجودی جدی از طرف سران متفقین که به ایران آمدن گرفته نشد، و بعد در دوران 28 مرداد ملی شدن صنعت نفت، باز کماکان خروج شاه از ایران و برگشتن شاه به ایران، از اون یک موجود جدی در سطح سیاست بین‌المللی نمی ساخت. و بعد به دورانی می رسیم که پادشاه ایران در اوپک یک نقش بسیار اساسی ایفا میکنه، در دورانی میرسیم که رؤسای جمهور امریکا از او با اقتدار یاد میکنند و او رو مشاورین خودشون میدونند، برحال بسیار جدی گرفته میشه. این سیر تحول چگونه است؟ تا چه حد واقعی است و تا چه حد مجازی است؟ آیا شاه واقعا از یک موجود غیر جدی در دوران جنگ جهانی دوم به جایی رسید که غرب و دنیا به اون به عنوان یک سیاستمدار جدی نگاه میکرد، یا نه همین ها بازی بود؟ من فکر میکنم نکات بسیار متعددی در این صحبت های شما وجود داره که من سعی کردم در کتاب بهش جواب بدم. در کل به نظر من این مسیری که شما ترسیم کردید با اندکی تغییر میشه گفت که مسیر زندگی شاه بود، یعنی از یک شاه ضعیف به تدریج
تبدیل شد به یک شاه قدرتمند در داخل و بعد به یک شاه به یک شخصیت قدرتمند بین‌المللی. به نظر من تردیدی نیست که در 1974 یکی از شخصیت‌های مهم بین‌المللی بود. من نامه‌ای از راکفلر پیدا کردم که می‌نویسه به یک به زاهدی فکر می‌کنم، مخاطب نامه الان یادم نیست، ولی سناتور راکفلر میگه که ما وقتی می‌بینیم در ایران شاه با چه قدرتی و با چه درایتی داره حکومت می‌کنه، از خودم می‌پرسم که چه خوب می‌شد شاه رو یکی دو سالی ما قرض می‌گرفتیم بیاد آمریکا رو برای ما اداره بکنه. این نوع حرفایی بود که گاه در خلوت به شاه می‌زدن. در جلوت هم خب تعریفایی که زیاد بود، دوروبریاش که بیشتر، علم شاید از همه بیشتر، شما در حد پیامبرا هستید. ولی اون به نظر من فقط بازی نبود، اون در اون زمان به گمان من شاه یکی از شخصیت‌های مهم اوپک بود، یکی از شخصیت‌های مهم خاورمیانه بود. در مسئله مواجهه با نفوذ شوروی در خاورمیانه به نظر من حداقل به گمان شوروی چینی‌ها نقش کلیدی داشت. ما چون تئوری توطئه باور داریم در جامعهمون، خیلی از مسائل رو ساده می‌کنیم، در حالی که به نظر من اصلا اینطور نیست. بدون شک وقتی که سر کار میاد قدرتش کمه، حتی میشه دوباره به زرس قاطع گفت که روس و انگلیس به طور مشروط سلطنت شاه رو میپذیرن. به قطع میشه گفت که دولت انگلستان وقتی که رضا شاه رفت، اینها در فکر یا بازگردوندن قاجار بودن به ایران یا جمهوری کردن ایران. حتی رفتن و با پسر آخرین ولی عهد قاجار گفتگو کردن، وزیر امور خارجه باش گفتگو کرد و دیدم فارسی بلد نیست، شهروند انگلستان شده، افسر نیروی دریایی انگلستان شده و مهمتر از همه فارسی بلد نیست، وگرنه در فکرش بودن که قاجار رو برگردونن. به همین فروغی پیشنهاد میکنن که رئیس جمهور بشه. فروغی نمیپذیره و میگه که ایران سلطنت لازم داره. هم فروغی هم علا نقش بسیار مهمی در ابقای شاه داشتن، ولی ابقای شاه دوباره حداقل از منظر سفارت انگلیس و شوروی به شرطها و به شروطها بهش رسما میگن که ما یکی دو سال بهت اجازه میدیم این کار بکنی، پادشاه بمونی، اگر بد رفتاری و کج رفتاری بکنی بلای پدرتو سرت میاری. رسما بهش این پیغام رو از طریق سفیر انگلستان در مصر با نخست وزیر مصر صحبت میکنه، میگه شما به پادشاه فاروق که برادر زن شاه بود بگید که این پیغام رو به محمد رضا شاه برسونه که ما با پدرتون کاری رو کردیم که دیدی، خودت اگر رو تو زیاد کنی همون بلا رو بر سرت میاریم. این با این ضعف شروع میکنه کار رو، ولی خیلی زود سعی میکنه که قدرت خودش رو اضافه بکنه.